خب با سلام، با یک آموزش جدید در خدمت شما هستیم. این یک ترانس دو قسمت داره، AC و DC. قسمت AC به برق شهری وصل میشه و DC هم برق باتری یا برق فشار ضعیف. حالا میخوایم بفهمیم که کدام قسمتش AC و کدام قسمت DC. مولتی‌میتر رو قسمت بو قرار میدهیم و دوسر پرابش رو میدهیم. حالا فرضاً اینجا ما نمیشیم AC، حالا فرض کنیم نمیدهیم، وصل میکنیم دوسر سیم پیچ، میبینید یک اوهمی نشان میده. پس این قسمت AC است، دارای اوهم است، و قسمت DC معمولا اوهمی رو نشان نمیده و صدای بوق از بوق مولتی‌متر را شما میشنوید. پس این قسمت شد DC، قسمت باتری یا برق فشار ضعیف. حالا این ترانس ما میخواییم برق شهری متصل کنیم، قسمت AC به یک دو شاخ متصل میکنیم. همطور که میبینید به یک دو شاخ متصل میکنیم قسمت AC کارو. حالا با یک لنت عایق میکنیم، همطور که مشاهده میکنید عایقش میکنیم. واسه اینکه برق ما یک سو بشه احتیاج داریم به یک پول دیود، اینو میگن پول دیود، استفاده از 4 تا دیود یک سو ساز، مثل یک N4007 یا یک N4004 یا یک N4002. مثل این 4 تا دیود که مشاهده کردید حالا پول دیود رو وصل میکنیم به ترانس. اون قسمت AC، یعنی برقی که هنوز به درد استفاده نمیخوره و وسیله این پول دیود و یک خازن صافی میتونیم این برق رو مورد استفاده DC کنیم یا فشار ضعیف مناسبی ازش به کار بگیره که بدون این پول دیود و خازن اون خروجی دیگه به درد ما نمیخوره، چون متغیره و ثابت نیست. حالا ما یک واسه آزمایش یک خازن ورتاژ پایین رو بهش وصل میکنیم که ببینیم چه اتفاقی میافته براش. همطور که میبینید خازن ترکید و یک دود یادش بلند شد و این خازن ورتاژ پایین بود. حالا یه خازن ورتاژ بالا بهش متصل میکنیم. دقت کنید که همیشه مقدار ورتاژ خازن ها را چک کنید که از منبع از ترانس مقدارش بیشتر باشه، وگرنه انفجار خازن حتمی خواهد بود. بله، حالا این دیگه نقشه ولتاژ صاف و یک سو ترانس به دست ما میاد. حالا میخواییم این ولتاژ تست کنیم با یک لامپ LED. میبینید که لامپ LED روشن میشه و این ولتاژ مناسب و استاندارده. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدار شما.